سلام، با خبرهای ساعت از تلویزیون اورانوس و رادیو کندوز خوش آمدید. سرخط خبرها. آماج قرار گرفتن یک کاروان گروه طالبان از سوی نیروهای هوایی در خان‌آباد کندوز. تحت تعقیب نیروهای هوایی و همچنان تیم‌های کشفی هوایی ما قرار گرفتن که اینا بعد از تصویت بالاخره مورد آماج قرار گرفت. مساعدت مواد خوراکی برای پرورشگاه ضمیر مادر از سوی فرقه بیست پامیر در کندوز. مقدار موادی که از طرف وزارت دفاع ملی برای اطفال به وزارت پرورشگاه منظور گردیده بود آمده میره و این اطفال توزیع کنیم. تقدیر شماری از نیروهای امنیتی از سوی مسئولان محلی در کندوز. تمام قوای ما هست، چه قوای پلیس هست، چه قوای امنیت ملی ما هست، چه قوای ضربتی ما هست، تمامش قهرمان هست. و دستور امریکا بر خروج همه دیپلمات های کشورش از ونزوئلا. امروز چهار شنبه 22 اوت سال 1397 هجری خورشیدی که برابر می شود با 13 مارچ سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. یک کاروان گروه طالبان در ولایت کندوز از سوی نیروهای هوایی مورد آماج قرار گرفت. حنیف رضایی سخنگوی قلوردوی 209 شاهین میگوید ملا علاءالدین مشهور به واسق، یک تن از سرگروپان کلیدی طالبان برای ولسوالی خان‌آباد کندوز، حوالی ساعت 12:30 شب گذشته که میخواستن همراه با 6 تن از افرادش به طرف ساحه خواجه پسته ولسوالی خان‌آباد در حال حرکت بودند، در مسیر راه توسط تیم‌های کشفی قوای هوایی شناسایی و مورد حمله هوایی قرار گرفت که در نتیجه ملا علاءالدین مشهور به واسق هم را با 6 تن از افراد زیر امرش کشته و واسطه و سلاح‌های دست داشتهشان تخریب شده است. و میگوید فرد مذکور یکی از قماندانان کلیدی محلی طالبان در ولسوالی خان‌آباد بوده و در بیشتر ناامنی‌ها و عملات در ولسوالی مذکور نقش اساسی داشته است. طالبان تا هنوز در این مورد با رسانه‌ها تبصره نکردند. یک کاروان خرسفگانای طالب در ولایت کندوز و مشخصاً در ولسوالی خان‌آباد تحت تعقیب نیروهای هوایی و همچنان تیم‌های کشفی هوایی ما قرار گرفتن که اینا بعد از تصویت بالاخره مورد آماج قرار گرفت که اینجا خوشبختانه 7 خرسفگان طالب به شمول یک فرمانده محلی طالب، یک فرمانده محلی و کلیدی طالب به نام ملا علاءالدین مشهور به واسق همراه با 6 نفر افرادش کشته شدند و واسطه و سلاح‌های دستگاهی از اینا دقیقاً از بین رفتند. فرقه بیست پامیر برای پرورشگاه اطفال یتیم و بی‌بضاعت در ولایت کندوز مقدار مواد خوراکی مساعدت نمود. مقامات فرقه بیست پامیر میگویند آنان به منظور کمک و همکاری با این اطفال یتیم و بی‌بضاعت مقدار مواد خوراکی مساعدت کردند تا با استفاده از آن احتیاجات روزمره آنان رفع گردد. با این حال ذبیح الله مجیدی مسئول پرورشگاه اطفال یتیم و بی‌بضاعت از این اقدام نیروهای امنیتی قدردانی کرده خواهان تداوم این کمک ها بوده است. با این حال ذبیح الله مجیدی مسئول پرورشگاه اطفال یتیم و بی‌بضاعت از این اقدام نیروهای امنیتی قدردانی کرده خواهان تداوم این کمک ها در آینده شد. شرح بیشتر در گزارشی از حامد الله ساحل. سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه بیست پامیر میگوید مقدار مواد خوراکی که شامل روغن، برنج و برخی خوراکباب دیگر را به هدف کمک و دستگیری اطفال یتیم و بی‌بضاعت این پرورشگاه مساعدت نمودند. آقای موسوی اضافه میکند که نیروهای امنیتی بر علاوه تامین امنیت مردم و شهروندان این ولایت میکوشند تا خدمات دیگری را نیز برای اطفال بی‌بضاعت فراهم نمایند. یک مقدار موادی که از طرف وزارت دفاع ملی برای اطفال بی‌بضاعت پرورشگاه منظور گردیده بود
آمده میره به اطفال توزیع کنیم. ما امروز به می ارتباط محفل ما در میجه به می ارتباط توزیع مواد در پرورشگاه قرار که شما دیدین همی محفل ما به می ارتباط در میجه دایر گردیدیم. در همین حال ذبیح الله مجیدی ضمن قدردانی از مساعدت های مسئولان فرقه 20 پامیر می گوید نیروهای امنیتی همیش برای اطفال این پرورشگاه کمک و همکاری نمودند و امروز نیز به مقدار 10 قلم مواد خوراکی از قبیل روغن و بعضی مواد خوراکی دیگر را برای این اطفال کمک کردند. آقای مجیدی همچنان از سایر موسسات و نهادهای مددرسان در ولایت کندوز می خواهد با این اطفال مساعدت های بیشتر نمایند. 12 بوری برنج و تقریبا 3 قوطی روغن آوردن و برای این مرکز توزیع کردن و انشاءالله که این مواد ما برای اطفال برای شوی باتش به مصرف خود رساندیم و همچنان شما عملا میبینیم که ما تقریبا از 10 روز به این طرف کار بازسازی این مرکز آغاز کردیم. پرورشگاه زمیر مادر یا اطفال یتیم بی بضاعت از چندین سال بدین سو در ولایت کندز فعالیت دارد و در آن صدها تن از اطفال یتیم مصروف آموزش و پرورش هستند. تعداد از نیروهای امنیتی در ولایت کندز به اساس لیاقت و خدمات شایستهشان از سوی مسئولان محلی مورد تقدیر قرار گرفتند. مقامات محلی کندوز میگویند تعدادی از افسران و سربازانی را که به خاطر تأمین امنیت از خود شایستگی نشان دادند را مورد تقدیر قرار دادند. در همین حال نیروهایی که مورد تقدیر قرار گرفتند میگویند خوشحال هستند و میکوشند تا بیشتر به خاطر مردم و کشورشان تلاش نمایند. شرح بیشتر در گزارش. اسمت الله مرادی سخنگوی مقام ولایت کندوز میگوید رعایت مکافات و مجازات زمینه را برای خدمات بهتر فراهم میسازد و از این رو رهبری ولایت عده‌ای از مامورین دولتی و نظامی را مورد تقدیر قرار داده که در وظایفشان خدمات صادقانه به مردم ارائه نمودند. یوش میره امنیتی کشفی دفاعی ځواکونه و څخه نظامی منصوبین ستایلی کنه ورکل او د دوی حدس یو ستایلی هغه کسان چې سرخندن قربانه او خیل اثر وړن لري هغه څخه قدردانی وکړي هغه وستای هغه کسان چې په دندو کې غفلت کوي بی پروايي کوي د مکافات او مجازات او لړۍ به دوام لري چې په دې برخه کې دولت رهبری تل حتیک. از سوی دیگر نیروهایی که مورد تقدیر قرار گرفتند برای مردم وعده میسپارند تا به خاطر تامین امنیت در این ولایت تلاش به خرج داده و در این راه از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهند ورزید. اطمینان میدهیم که این فرزندان راستین در هر نوع شرایط دشوار زمانی و مکانی به خاطر دفاع از مقدسات و نوامیس ملی این کشور حتی از ایثار و جان شیرینشان را در این راه دریغ نمی‌ورزند. مورال میکوی که یک جرات را که پیدا کیگی او کولش په سخت شرایط که دی خپل مقدس خاور نه دی خپل خلق نه دی خپل زړور او امنیتی ځوان کو نه په هر شرایط که دی پاو کو او ان شاء الله تر سر کې مضبوط او اخیری سلګې پر دی پاکو آماده دی وسپی. مقامات محلی از مردم میخوان تا با نیروهای امنیتی شان همکاری نموده تا باشد این نیروها با حمایت مردم و مورال قوی در راستای تامین امنیت بیشتر تلاش نمایند. هفتمین برنامه فرهنگی شب با بودا به مناسبت 18مین سال روز تخریب مجسمه های بودا از سوی گروه طالبان در ولایت بامیان برگزار گردید. گروهی از فرهنگیان در بامیان برای هفتمین سال پیهم برنامه شب با بودا را برگزار کردند. این برنامه فعالیت های هنری و فرهنگی را در خود داشت. گروه موسوم به یادآوران برگزار کنندگان اصلی شب با بودا هستند. در حاشیه روز اول این برنامه نمایشگاه کتاب با حضور چندین ناشر و نمایشگاه نقاشی کودکان بامیان نیز برگزار شده است. اکنون جایگاه مجسمه های سلسال و شهمامک به ترتیب 55 و 38 متر ارتفاع داشتند در دل کوه در بامیان خالی است. در سالهای اخیر هرچند بارها گفته شده است که بازسازی مجسمه های بودا آغاز می شود اما به دلایلی که روشن نیست تا هنوز جایگاه این مجسمه ها همچنان خالی است. برنامه فرهنگی هنری شب با بودا به هفتمین سال خودش رسید، یعنی 7 سال است که پی هم
به همکاری نهادهای دولتی، اشخاص و دوستان رضاکار در کابل و بامیانی برنامه رو برگزار میکنیم. امسال در هفتمین برنامه فرهنگی هنری شهیبا بودا ما برنامه های مختلفی داشتیم که از روز یک شنبه یعنی 19 هود آغاز شد. نمایشگاه کتاب که توسط 6 ناشر که از کابل آمده بودن افتتاح شد. نمایشگاه نقاشی و نقاشی کودک به صورت زنده به همکاری حسن نظری و سجاد یوسفی که از کابل آمده بودن افتتاح شد. هر شهروند در راستای تأمین امنیت، تحکیم صلح و پیشرفت کشور مسئولیت ایمانی دارد. این مطلب را عبدالجبار نعیمی والی کندوز در جلسه با رئیس به اعضای شورای ولایتی کندوز بیان نمود. والی کندوز میگوید نیروهای امنیتی از آمادگی های خوب در برابر هر نوع حملات مخالفان مسئله دولت، تامین امنیت، مبارزه با جرایم جنایی، افراد مسئله غیر مسئول و آدم ربایان آماده بوده و از وکلای شورای ولایتی میخواد که مسئولیت فردیشان را مبنی بر حمایت از نیروهای امنیتی انجام داده و با نهادهای امنیتی همکاری خوب داشته باشند تا در تمام بخش ها دستاوردهای چشمگیر رونما گردد. از سوی هم محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندوز گفت که در تمام عرصه ها با حکومت محلی کندوز همکار بوده و زمینه های خوب امنیتی، انکشافی، بازسازی و صلح و ثبات را در هماهنگی با مردم مساعد می نماید. و خبری اخیر این که وزیر خارجه آمریکا خروج همه پرسنل دیپلماتیک باقی مانده ایالات متحده را از ونزوئلا دستور داده است. این اقدام چند ساعت پس از اینکه واشنگتن بر یک بانک روسیه تعزیرات وضع کرد صورت گرفت. این بانک روسیه با شرکت دولتی نفت ونزوئلا توافقاتی داشته است. مایک پامپیو در یک اعلامیه گفته است مانند تصمیم 24 ماه جنوری برای خروج همه وابستگان کارکنان سفارت با کاهش آنها به حداقل این تصمیم هم در انعکاس به بخامت اوضاع در ونزوئلا اتخاذ شده است. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که نیکولاس مادورو دیگر رهبر قانونی ونزوئلا نخواهد بود و از رهبر مخالف وی خوان گایدو به عوض وی حمایت خواهد کرد. بیننده‌های عزیز و ارجمند شبکه تلویزیون اورانوس و رادیو کندوز، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. تا سرویس خبری دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.